در همین رابطه بیشتر صحبت میکنم با مهمانان. من آقایان حبیب الله جانبدار آگاه سیاسی و آقای سید نورالله راغی دیپلمات پیشین کردو از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدند. مهمانان گرامی درود بر شما، خیلی خوش آمدین. آقای راغی، اگر بصره با شما خاص بکنیم، وزارت خارجه چین بر برآورده شدن خواست ها و انتظارات جهانی از سوی امارت اسلامی تاکید کرده و ابراز امیدواری کرده، واقعا فکر میکنین این امیدواری از کجا میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانی برنامه، همکاران عزیزتان و تمام بینندگان عزیز. سپاس. خب در مورد ای که چینایی ها امیدواری هایشان از کجا نصحت میکنه، بعد عرض بکنم که چینایی ها بر مبنای چند مورد با طالبان احساس میکنن که مشترکاتی دارن و در این زمینه طالبان به مصالح چین و نصائح چین گوش خواهند داد. اول چینایی ها در 20 سال گذشته بر مبنای همون دشمنی من دوستی من هست با طالبان همکاری کردند برای جنگ با ایالات متحده امریکا و غرب و همچنان جنگ با نظام پیشینی افغانستان، و بر مبنای این همکاری تقریبا نزدیک 20 سال مشترک احساس میکنن با طالبان نزدیکن و طالبان از اینا هرشنوی خواهند داشت. موضوع دوم هم مشترکات سیاسی هست که طالبان و چینایی ها مشترکاتی در زمینه جزمندیشی، مطلقگرایی و سیاست های سختگیرانه، استبداد و این مسائل دارند و این مبنا احساس نزدیکی میکنن به هم. همچنان در مقابل ارزش های جهانی هم که هم چینایی ها از طرف جامعه بین المللی زیر فشار هستند در مورد نقض حقوق بشر، نقض گسترده حقوق اقلیت ها زیر فشار هستند و طالبان هم در این زمینه زیر فشار هستند و اینا احساس میکنند بر اساس این مصالح مشترک که فشارهای مشترک متحمل میشن به همدیگر نزدیک میشوند و رابطه های نزدیک دارند، و همچنان هر دو طرف یک دوست مشترک دارند و پیشتر در نزدیکی روابطی از اینها پاکستان هم نقش داره به عنوان بانی طالبان و مؤسس طالبان و حمایتگری اصلی طالبان. او را همیشه چینایی ها را مطمئن می سازد که طالبان در کنترل پاکستان هستند و بر مصالح چین هیچ وقت مشکلات ایجاد نمی کنند، و بر این اساس چینایی ها احساس می کنند، امیدواری دارند که طالبان از چینایی ها حرف شنوی داشته باشند، مصالح و منافع چین در نظر بگیرند و نگرانی های هم که چین از افغانستان دارد اون نگرانی ها را طالبان مرفوع بکنند که در مورد تی تی پی گرفته تا مواد مخدر تا گسترش تروریسم افراطگرایی، اینا از نگرانی های چین هستند که چین میخواهد با این نزدیکی هم با طالبان نزدیک باشد، هم طالبان از اون بر اساس اون مشترکات حرف شنوی داشته باشد و حضورش در افغانستان هم تثبیت بکنه تا بتواند طالبان و وضعیت افغانستان هم زیر نظر داشته باشد، رابطه طالبان با دیگر گروه ها و با کشورهای رقیب. سپاسگزارتان. آقای جانبدار، میخوایم همین پرسش از شما هم داشته باشم. نقش چین در رابطه با سیاست گذاری های امارت اسلامی و حضورش در جامعه بین المللی و همینگونه موضعگیری اخیر وزارت خارجه چین در قبال امارت اسلامی و امیدواریش بیانگر چی میتونه باشه؟ به نام خداوند متعال، با عرض سلام به شما میهمان محترم، بینندگان معزز و همچنان عید از خواب به همه شما مبارک. سپاسگزارتان. طوری که میدانین این وزارت اخیر بیانگر تداوم حمایت چین از حکومت سرپرست افغانستان تلقی شده میتانه و روابط بر مبنای احتیاج متقابل یا نیاز متقابل ایجاد میشه. بنان در وضعیت کنونی کشور چین و افغانستان به این نیاز داره، ولیکن باید داشته باشیم که اگر دهلیز واخان به حیث یک کوریدور ساخته شود و این وصل شود کشور چین با دیگر کشورهای آسیا، از این طریق در چهره یا در جیو اکونومیک منطقه تغییرات مثبتی را ما شاهد خواهد بودیم
و معادلات نوی را به وجود خواهد آورد. و مسئله اصلی ای هست که در اینجا تنها رقابت بین امریکا و چین نیست، بلکه از لحاظ طویل المدد چینایی ها در این مورد هم می اندیشه که آیندهشان با کشور هند و روسیه در این منطقه چگونه تنظیم شود از لحاظ تجارت و منافع اقتصادی. بنابرای چینایی ها ذخایر افغانستان، موقعیت جیوپولیتیک افغانستان ارزش خاص داره و متقابلا برای افغانان هم مفید است که حمایت چین داشته باشه و سرمایه گذاری های از اونا را جلب کنه. ولی در عین زمان باید امو سیاست متوازن که با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای سنتی مناسبات حسنه داشتن این مطابقت داره با منافع ملی افغانستان. و چینایی ها بیشتر در مورد رژیم فکر نمی کنند، اونا به دنبال ثبات و متضمن حفظ یا منافعی که اونا وجود داره یا سرمایه گذاری که میکنه امنیت از اونا را بیشتر مورد توجه قرار داره. درست اینجا بس وقت به افغانستان برمیگرده، بس سیاست متوازن در قبال همه کشورها که شما به او اشاره داشتین، چقدر مهم است که امارت اسلامی این سیاست را به پیش بگیره و بر مبنای از او در روابط خارجیش با کشورها ادامه بده؟ خب امارت اسلامی در آغاز خصوصا وزارت خارجه یک مسئله را مطرح کرده که امارت اسلامی سیاست اقتصاد محور در عرصه بین المللی و منطقوی در پیش خواهد گرفت. اگر به امی گفته خود وفادار بمانند و ای را قانونمند بسازه این حرف، در این صورت افغانستان بسیار موفق خواهد بود. و اگر خدا نخواسته تحت تاثیر مسائل ایدئولوژیکی و بعضی از ملاحظات منطقوی سیاسی و استخباراتی قرار بگیره، در اون صورت باز این فرمول عواقبش طبعا طوری که توقع است نخواهد بود. سپاسگزارتان. آقای راغی، اگر امارت اسلامی نتانه این سیاست متوازن را به پیش بگیره، با توجه به جایگاه چین در سطح جهان و منازعات که میان چین و کشورهای ابرقدرت وجود داره، وضعیت افغانستان، وضعیت سیاسیش به کدام راه خواهد سوق داده شد؟ اول خب باید به سیاست های چین اگر نظر بیندازیم، در رأس کل سیاست های چین اقتصاد محوری است که سمت سودهنده و تعیین کننده است. بر اساس اقتصاد محوری چینایی ها می خواهند هم در سطح منطقه افغانستان که همسایه شما است، حتی در سطح جهان هم حرفه های اول داشته باشند. چین به عنوان بزرگترین صادر کننده جهان می خواهد بازارهای جهان، منطقه و بازار افغانستان در اختیار و کنترلش باشه و انحصاری مخصوصا بسیاری از بازارهای منطقه را در انحصار داشته باشه و برخی از بازارها رقابت کننده جدی باشه. و موضوع دوم هم منابع هست. چین می خواهد بر منابع هم در سطح جهان و منطقه و هم در داخل افغانستان کشور همسایش کنترل داشته باشه و حتی در افغانستان به گونه انحصاری که این منابع را در کنترل خودش داشته باشه. قراردادهایی که با طالبان امضا میکنه در همین راستاست. چین در بسیار جاها قراردادهای خود را بر همین سیاست، بر اساس همین سیاست امضا میکنه و بعدا هم میگذاره، حتی بسیاری اوقات که زمینه استخراج یا بهره برداری را نداره میگذارش به بعد. یک قول بزرگ اقتصادی سیاسی نظامی جهان را در آینده کسی نمیتوانه وقتی که با قرارداد نیمه هم شده باشه و سر باز بزنه از این قرارداد. دیگه میخواد در افغانستان هم این منابع را در کنترل داشته باشه. موضوع سوم هم موضوع ترانزیت هست که شما میبینید بر اساس همین ترانزیت که در آبراهای بین المللی و ترانزیت کشورهایی که ترانزیت از نگاه خشکت جایگاه ترانزیتی دارن مانند افغانستان، اینا هم در کنترل خودش داشته باشه، از این هم بهره برداری بکنه. برای همین اساس ابر پروژه یک کمربند یک راه طرح ریزی شده است و میخواهد بر اساس همین پروژه استفاده بکنه. درست، با توجه به همین موارد که شما اشاره کردین، یک نقطه دیگر اضافه میکنم بعد شما بفرمایید. بر اساس از این که همین سیاست ها را تضمین بکنم، موضوع امنیتی بسیار برش مهم است و همین خاطر است که امنیت در افغانستان هم برش مهم است، در سطح منطقه هم مهم است. رولش بین ایران و عربستان سعودی در همین راستا دیدیم که بازی کرد، در دیگر موارد هم
ای هست. بر همین اساس میخواهد در افغانستان هم وضعیت امنیتی کنترل شده باشد تا آسیای میانه پروژه یک کمربند یک را سیاست اقتصاد محور چین آسیب نبینه. بفرمایید. درست. حالا با توجه به همین سیاست که چین در قبال اقتصاد داره و بر همین مبنا به پیش میره، شما گفتین سیاست انحصارگرایانه را به پیش میگیره، حضور این کشور در افغانستان و گرفتن قراردادهای بیشتر و معادن بیشتر افغانستان به این کشور چقدر میتونه در دراز مدت به ضرر افغانستان باشه؟ و اگر خوشبین کننده صحبت بکنیم، حضور این کشور چقدر میتونه در کوتاه مدت حداقل به نفع افغانستان باشد تا از انزوای اقتصادی بیرون شود و به پیش بره؟ خب بسیار سپاسگزار هستم، سوال خود را مطرح کردین. همه هست که شما اگر تاریخ سرمایه گذاری های چین، تاریخ حضور اقتصادی چین با دیگر کشورهای جهان مطالعه بکنین، حتی در افریقا یک تاریخی بسیار فلاکتبار داره. چین مشهور است به غارت منابع کشورهای دیگر. از طریق قراردادها میآید، قرارداد میکنه، منابع را زیر کنترل انحصار خودش قرار میده و بدون هیچ گونه بهره برداری یا در نظر گرفتن حقوق کشورهای منبع این منابع را میگیره، استفاده میکنه. در افریقا چنین کاری صورت گرفته است، در دیگر کشورها چنین کاری صورت گرفته است. شما ببینید چین بسیار ظرفیت انسانی را داره، ظرفیت تکنیکی داره، تمام کارگر، تمام کسانی که در معادن در داخل کشورهای دیگه مثل افریقا و اینا کار میکنن از خود چین هست. بناً به عنوان یک ابرقدرت هم هست. وقتی که منابع را در کنترل قرار داد، کشورهای توافق نامه امضا کردن با چین زیر بار از او زدن نمیتوانند، رفته مجبور هستند که شروط چین تحمل بکنند و این بسیار خطرناک است برای افغانستان. شما میبینید میسی اینه که سالها اینا قرارداد کردند، در اون زمینه مشکلاتی اینا امنیتی هم نداشتند، پاکستان با اینا همگام بود، کمک میکرد، طالبان هم با اینا روابط گسترده داشتند، اما هیچ وقت آماده نشدن اونجا سرمایه گذاری های خود طبق توافقنامه انجام بدن، کار بکنن. تنها این منبع بسیار بزرگ از زیر کنترل خودشان قرار دادن و همونطور ماندن. نه افغانستان جای دیگه قرارداد کرده از او استفاده کرده میتونه و نه هم اینا خودشان سرمایه گذاری های خود و وعده های خود در زمینه تکمیل کردن. در زمینه های دیگر هم اینا میخوان در زمینه آهن همین کار بکنن، در زمینه لیتیم افغانستان میخوان در احصار داشته باشن همین کار بکنن. هر وقتی هم خودشان خواست بر منافع حسب منافع چین او را استفاده بکنن. درست آقای راخی، اگر از همین موارد بگذاریم، حالا ایجاد دهلیز اقتصادی و شامل بودن افغانستان در این دهلیز و همچنان مسائل پیشرفت افغانستان با توجه به اینکه شما گفتین مسئله امنیت به چین مهم است، چقدر میتونه حداقل به نفع افغانستان باشد در صورتی که افغانستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی در انزوا قرار داره و هیچ کشور تا هنوز با افغانستان و حکومت سرپرست راه تعامل را در پیش نگرفته؟ خب چیزی که بسیار مهم هست همین است که ثبات و امنیت در افغانستان همخوانی داره با مصالح و منافع چین. اما متاسفانه این ثبات امنیت با وجود طالبان و گروه هایی که با اینا متحد هستند آمدنی نیست. اگرچه چین در این زمینه تلاش های خود انجام میده که طالبان را تغییر بده و به همین اساس است که همواره تاکید میکنه که سیاست های معقوله. یعنی او در قصه از این که در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان و اینها طالبان توجه بکنن نیست، فقط میخواهد یک معقولیت در سیاست داخلی قراری که در دکترین سیاست خارجیشان ذکر کردن، معقولیت در سیاست داخلی در روابط با همسایگان و جهان رعایت بکنن. این بسیار برای چین تاکید میکنن. در مورد دهلیز اقتصادی هم یک جمله اضافه میکنم که دهلیز اقتصادی واخان بسیار مورد توجه چین است، مورد توجه کشورهای همسایه است. کاملا فرصت ما افغانستان در این زمینه تشکر در میان برنامه داریم دوباره مسائلی کشورها را نادیده گرفتم، با در آینده این کشورها با افغانستان یا بدون افغانستان با این دهلیز را عملی خواهند کرد. سپاسگزارتان. اکنون هم میان برنامه کوتاه.
به ادامه بحث خوش آمدید. آقای جانبدار، چین میگه برخی از عملکردهای امارت اسلامی ستودنی است، اما برخی موارد اختلافی و حل ناشده باقی مانده. برای حل شدن امین موارد اختلافی و شکسته شدن بنبست سیاسی میان امارت اسلامی و جامعه جهانی، کدام موارد نیاز است که تا اینجای کار انجام نشده؟ خب به باور من اصل مسئله نزد چینایی ها مسئله اقتصادی هست و مسائل دیگه که به عنوان حل ناشده تلقی میشه مسئله فرعی هست برای از اونا و ارزش تعیین کننده نداره. مسئله عمده و مهمی است که دهلیز واخان به حیث محور آسیا تبدیل خواهد شد و به خاطر ازی به یک امنیت دامدار در منطقه نیاز است و او امنیت نیروهایی که میتونه تأمین بکنه عبارت از امارت اسلامی و طلبای کرام است و به این ترتیب سیاست چین سبب خواهد شد که امارت اسلامی هرچی بیشتر ابقا شده و هرچی بیشتر سلطهش تداوم پیدا بکنه و استحکام پیدا بکنه. این دهلیز میتونه که برای آینده دور تمام ذخایری که در دریای خزر یا بحیره کسپین وجود داره و آسیای مرکزی و همچنان رابطه با ایران و تا ترکیه و بالاخره اروپا ارزش خود افا خواهد کرد و این دهلیز یک دهلیز ساده و عادی نخواهد بود، بلکه با سرنوشت کشورهای آسیایی، با سرنوشت اقتصادی کشورها این دهلیز تأثیر بسیار واضح و روشن و تعیین کننده خواهد داشت. درست. حالا وقت آقای راخی ادعا داره که این دهلیز اگر هم که به نفع افغانستان باشه، وقت چین در افغانستان حضور پیدا بکنه و سیاست های انحصارگرایانه را به پیش بگیره، نفعش به افغانستان نمیرسه، برعکس اقتصاد افغانستان بیشتر از این فرو خواهد نشست و استثمار خواهد شد. واقعا چی نفعش میتونه به افغانستان باشه؟ وقت امنیت باشه، کشورها نفع ببرن از امین دهلیز واخان، اما افغانستان تحت استثمار اقتصادی قرار بگیره، یعنی چی؟ خب من با احترامی که با راهی صاحب دارم با این استنتاجش موافق نیستم، بخاطر از این که رقابت اقتصادی نیز وجود خواهد داشت و این عرصه تجارتی تنها منحصر به چین نخواهد بود، بخاطر از این که در اینجا روس ها، ایرانی ها و به می ترتیب کشور ترکیه و ایالات متحده امریکا به تفاوت نمی باشند. اگر از طریق سبوتاج پیشرفت چین اینا در این منطقه و جغرافیا جلوگیری کرده نتانه، کمپنی های بزرگ از طریق رقابت اقتصادی باز وارد میدان خواهد شد. اینا مربوط میشه به طلبای کرام که یک نقش بسیار هنرمندانه را در پیش بگیره که به خاطر رفع همین تشویشاتی که راهی صاحب داره باید سیاست متوازن بین‌المللی را در پیش بگیره افغانستان و افغانستان بسیار زینف خواهد بود. بر شما معلوم است که کشورهای مهاد به خشکه مسئله ترانسپورتیشن بسیار تعیین کننده است و در صورتی که این دهلیز باز شود و این روابط توسعه پیدا بکنه افغانستان از لحاظ اقتصادی به صورت طبیعی بسیار پیشرفت کرد. آقای جانبدار، طبیعی است که اقتصاد و سیاست لازم و ملزوم یک دیگر است. وقت افغانستان تحت تحریم های سیاسی جامعه جهانی مخصوصا امریکا به سر میبره، فکر میکنین در بخش اقتصادی دست باز به امارت اسلامی داده شود تا به این اهداف که حالا گفته میشد در دهلیز اقتصادی واخان شریک شود یا قراردادهای بزرگ اقتصادی را انجام بده، بتونه این کارها را؟ ببینین از لحاظ سیاسی در تاریخ حوزه تمدنی ما که کشورهای بزرگ و استعماری مرتکب شده او اشتباهات ممکن اینا تکرار نکنه و اگر تکرار هم شه افغان ها باید اماده و عیار باشن. به این معنا یک مدتی که انگلیس ها خواستن افغانستان توته بکنه و خط دیورنده و معاهده گندومک تحمیل بکنه برای افغانستان، نتیجهش این شد که آسیای منه به صورت مکمل در آغوش روسیه قرار بگیره و افغانستان هم بره در کمپ روسیه.
اینال اگر کشورهای منطقه افغانستان به رسمیت نمیشناسه و مناسبات اقتصادی را توسعه نمیده، در اون صورت افغانستان مجبور میشه که باز به حیث یک وسیله سیاست های نیابتی امریکا تبدیل شود. اینا اگر دیپلماسی ماهرانه را به کار ببره و دیپلماسی نوین را که تا حال منوز پسیف است، باید هرچی زودتر چینایی ها و ایرانی ها و روسا فعال شوند تا افغانستان مجبور به این اسازه که با شرایط سخت دوباره به امریکا منوط و مربوط شود. به این ترتیب در اینجا یک مهارت دیپلماتیک با کار است، ولی فرصت بسیار خوب است برای افغانستان که میتونه از وضعیت کنونی با استفاده مناسبات خود در منطقه و با کشورهای همسایه توسعه بده و اونا هم نیازهای داره در این رابطه، و به این ترتیب این تاثیر متقابل که اصل فلسفی است، تاثیر متقابل پدیده ها، در اون صورت امریکایی ها هم یک نوع کنار خواهد آمدن و مجبور خواهد شدن که اعتراف بکنه برای منافع درازمدت خود و میتود اپروچ یا تقرب خود تغییر بده. سپاسگزارتان. آقای راغی، از مجبوریت امریکا و از مهارت‌های دیپلماتیک که امارت اسلامی باید به خرج بده آقای جانبدار صحبت کردن، این درایت را چقدر در امارت اسلامی و سرخم کردن را در امریکا می‌بینین؟ اول اجازه بدید یک چیز توضیح بدم که من مخالف تجارت با چی مخالف باز مخالف گشایش کوریدور واخان نیستم. کوریدور واخان ما بخشای افغانستان میدانم و تجارت با چین یک فرصت بسیار کلان است، هم موقعیت جغرافیایی، دسترسی به تکنولوژی و تکنیک به این مسائل برای افغانستان، دسترسی مواد خام افغانستان به بازارهای چین، و از اون طرف هم در نزدیکی از این راه بسیار کوتاه به افغانستان و ارتباط دادن سه نظم امنیتی، سه نظم اقتصادی منطقه یا چهار کشور منطقه، این بسیار اهمیت داره برای افغانستان که در این شکی نیست. اما من شک دارم که طالبان توان توازن بخشی را داشته باشند، توان دیپلماتیک را داشته باشند، توان فهم و ظرفیت تکنیکی از این را داشته باشند که بتوانند این روابط استفاده بکنند. و موضوع بسیار کلان ای که ما مخالف انحصارگرایی چین در استفاده از مواد زمینی و زیرزمینی و منابع زمینی و زیرزمینی افغانستان هستم که ما در همین راستا فعلا قرار داریم. طالبان هر روز با چین یکی از معادن یا منابع زمینی و زیرزمینی افغانستان را قرارداد میکنند که بسیار خطرناک است. در مورد دیگر که صدای شما قطع شد، به سوال شما را بسیار درست هم نگرفتم، ولی اگر در رابطه با مهارت های دیپلماتیک امارت اسلامی که آقای جانبدار به او اشاره کردن و اینکه بالاخره اگر امارت اسلامی همین مهارت را به خرج بده و امریکا مجبور شود که از خود گذری بکنه، این از خود گذری و تمکین کردن چقدر در امریکا وجود داره؟ اول خب من بسیار شک دارم در اینکه طالبان بر اساس کدام دانش، بر اساس کدام ظرفیت، بر اساس کدام تجربه دیپلماسی یک پرونده سه بال داره که تجربه است، دانش تخصصی هست و همچنان علم و دانش و ظرفیت های تخصصی و تجربه است که طالبان هیچ کدامی از اینا را ندارن. اما آقای جانب دار صحبت هایشان را شنیدین، گفتن تا اینجای کار امارت اسلامی بسیار خوب به پیش رفته و تانسته که توازن را به پیش بگیره و بر مبنای توازن روابطش ادامه بده. نه، آنچه که در افغانستان فعلا میگذره ناشی از دو چیز است. این رکود، یکی که یک جنگ سربازگیری و جنگ های نیابتی خفی در افغانستان همین اکنون جریان داره، از طرف دیگه هم هر کشورهای مختلف در جاهای دیگری هم فعلا مشغول هستند در جنگ اوکراین، مشکل تایوان، دیگر جا افغانستان اهمیتش برای دنیا کمتر شده و رقابت ها بر سر افغانستان کمی کاهش یافته، اما این با مانند آتش زیر خاکستر میمانه که هر وقت امکان داره که تازه بشه. و ظرفیت طالبان هم در زمینه توازن بخشی بسیار ناچیز هست. شما آقای راغی، با
اگر جمع بکنیم بس را، حالا مشکلات وجود داره اما باید برا حل برسیم. راه حل چی است در امین برهه زمانی که حالا امگی توجهش گاه به افغانستان میشه، گاه به کشورهای دیگه، اما اینجا بحث مهم مردم افغانستان است که با گذشت هر روز با مشکلات خیلی زیاد دست و پنجه نرم میکنن. روی حل هی است که اولین گفتیش که طالبان روی کردی سیاسی خود تغییر بتن، یک کمی بیاموزن از دنیا، از ظرفیت هایی که در دنیا شکل گرفته بیاموزن و سیاست های خود تغییر بتن، در مقابل دنیا و مردم افغانستان مملو از نفرت رفتار نکنن. دنیا هم چانس است برای تعامل، در داخل افغانستان هم همگی مردم افغانستان به اینا دشمن نیست، اینا مردم خودی از یاستن، اینا هم از میان این مردمن. باید مردم افغانستان توجه کنند. دانش بسیار مهم هست که با دانش نفرت داشتن بزرگترین جفا بر خود ملت، مردم افغانستان و منافع کلان افغانستان هست. دانش منجر به توانایی میشه، توانایی منجر به بینیازی میشه و منجر به اعتماد به نفس میشه و منجر به ارتقا و رفاه افغانستان میشه. برعکسش منجر به نابودی میشه، منجر به نفرت میشه، منجر به ناکامی میشه. که این باید توجه بکنن طالبان. موردی دیگر به زنان افغانستان که نصف پیکری از جامعه هستن، بدون از او هیچ گونه جامعه ارتقا پیدا نمیکنه. توانبخشی جامعه بدون حضور زنان در مراحل تصمیم گیری، در تمامی در کار، در همچنان در نهادهای علمی، بدون از او هیچ پیشرفتی امکان پذیر نیست. این طالبان توجه بکنن. موضوع سوم، طالبان باید یک چیز متوجه باشن که همه چیز بدین رب ندن، همه چیز بدین کاملا رب نداره، نه تمام جهان همه چیز بدین رب داره، نه آنچه که در افغانستان میگذره همه چیز بدین رب داره، همه چیز بدین رب دادن و مقدس دادن یک طرف، تکفیر از دیگر طرف، این افغانستان میبره به تباهی و خودی طالبان هم زمینه تباهی و بربادیشون فراهم میکنه که به این زمینه هم باید توجه صورت بگیره. دیگر از ظرفیت های افغانستان باید استفاده شوه. در افغانستان ظرفیت های بزرگی شکل گرفته، طالبان به یک گروه تنها نمیتوانند که تمام این چرخه تولید، چرخه پیشرفت اینا هدایت کنند. سپاسگزارتان آقای راهی، فرصت ما افغانستان با اینا حضور. ممنونتان آقای جانبدار. در آخرین پرسش، با توجه به سیاست های نامرئی جهان در قبال افغانستان، گاه کشورها دوست افغانستان ظاهر میشن، گاه هم در زون مقابل افغانستان، اما با توجه به همین بازی ها و سیاست ها چی باید کرد افغانستان که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی به خود کفایی برسه؟ خب سوال بسیار عمده و اساسی هست و توقعی است که حکومت سرپرست بتانه از این مجقه خود بکشه، ولی باور ما ای است که از لحاظ روش داخلی جنگ سالارا و مافیا و شر و فساد گذشته به حد این ملت تحت شکنجه روانی و اقتصادی قرار داده که حال طالبای کرام که هر نازی کنه مردم تحمل میکنه. یعنی منظوری می است که تغییرات داخلی لازم است ولیکن زمانگیر خواهد بود، و خاموشی مردم هم دلیلش ای است که نیروهای مرکز گریز مفسد بسیار مرتکب چور و چپاول شدن و خاطری بسیار نفرت انگیزی از اونا داره. به این ترتیب یک چانس خوبه برای طلبای کرام مساعد ساخته، و در عرصه بین‌المللی بیشتر ایجادی یک طرفه نیست که ما فکر کنیم که افغانستان چی میخواد، چون نیاز منطقه و خصوصا غول اقتصادی چینی طور احتیاج داره که باید این کوریدور فعال شود و باید برای زنا مواد خامی که در آسیای میانه، در آسیای غربی و در خود افغانستان هست از این به یک شیوه مستفید شوند، و اینجا نفع متقابل ما نهفته. ولیکن اما بازار آزاد که میگه، یعنی حداقل یک رقابت اقتصادی باید دریجه تمثیل شود، تا همونطور که تشویش رئیس اظهار شد تا جلب انحصارگری گرفته شود و گرفته میشه، چون این مارکت ای تو نیست که منحصر به یک کشور شود. دیگه کمپانی ها در جهان هم اونا منافع داره و ظرفیت های داره، صرف ضرورت امنیت است. اینا رو طالبای کرام چون امی ظرفیت داره و دیگه گروه های مفسد توانمندی بدیل شدن برای ازی نداره، میران تداوم طالبا در جغرافی ما توسط امی سرمایه گذاری کشور چین و دیگه کشورها
تضمین نشه و نیاز است برای امنیت دائمی و دیسیپلین ملی. سپاسگزارتان آقایان حبیب‌الله جانبدار آگاه سیاسی و سید نورالله راقی دیپلمات پیشین از حضورتان در برنامه و از اینکه فرصت گذاشتین.